برنامه ای از شبکه ZNTV. 29 اکتبر، روز جهانی کوروش یا سایرس دی نامگذاری شده است که از دیرباز پارسیان، یهودیان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترک المنافع آن را گرامی داشته و رعایت می کنند. در برخی از سالها 29 اکتبر مصادف با 7 آبان است، از جمله سال 1394، و در سال 1395 مصادف با 8 آبان. در ایران و کشورهای ایرانی تبار از زمانهای پیش 7 آبان منظور می شده است. در 3 دهه گذشته برگزاری این مراسم در کالیفرنیا، سوئد، کانادا، هند و میان تاجیکان چشمگیرتر از نقاط دیگر بود و اخیراً نیست در ایران. برخی نوشتند که کوروش بزرگ، بنیانگذار ایران، در همین روز به دنیا آمده بود و زادروز اوست، اما سندی در این زمینه ارائه نشده است. این روز به مناسبت تکمیل تصرف پایتخت نظام دیکتاتوری بابل به دست ارتش پارسیان و پایان دوران ستمگری در دنیای باستان و اعلام حقوق انسان برقرار شده است. 2555 سال پیش در همان ماه اعلامیه تاریخی کوروش بزرگ در تعریف حقوق افراد و ملل و چگونگی تأمین آن انتشار یافت که پایه و نخستین سنگ بنای یک دولت مشترک منافع جهانی و هر سازمان بین المللی به شمار می آید. حقوق انسان از دیدگاه کوروش که همان زمان مکتوب شده است موجود است و استوانه کوروش نامیده می شود و متفاوت از تعاریف اعلامیه حقوق بشر مصوب شورای انقلاب فرانسه در سال 1789 نیست. پیشنویس اعلامیه کنونی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 10 دسامبر 1948 به دست رن کاسین، یک حقوقدان یهودی فرانسوی، استاد حقوق و قاضی تنظیم شده است که به اظهار خود او از ارادتمندان کوروش بزرگ بود و یک مقاله درباره نظرات کوروش زیر عنوان نسخه همیشگی برای درمان دردهای جوامع، تأمین صلح و سعادت بشر نوشته بود. به نظر او کوروش عمیقا معتقد به وجود یک آرمان مشترک میان انسان بود و به همین لحاظ خواهان حقوق یکسان و انتقال ناپذیر برای همه مردم. کوروش از یک شهرت جهانی بسیار برخوردار است و به نام او در کشورهای مختلف شهر و خیابان و ساختمان فرهنگی اسم‌گذاری شده است و در گوشه و کنار جهان همه کسانی که دوران دبیرستان را گذراندند با نام کوروش، افکار و کارهای او آشنا هستند. در ایالت مینه‌سوتای آمریکا شهری به نام کوروش است. نام کوروش در بسیاری از کتاب مقدس هم آمده است. همین شهرت سبب شده بود در سپتامبر 2005 که گزارش‌هایی درباره ساختن سد سیوند و احتمال آسیب رسیب گورگاه او انتشار یافته بود، نگرانی جهانی را به دنبال داشت و شبکه‌های تلویزیونی با استفاده از این فرصت درباره او و اندیشه‌های همیشه پایدارش برنامه پخش کرد.